در پی زمین لرزه شب گذشته بیش از 300 نفر در پکتیکا و خوست جان باختند و بیش از 650 تن دیگر زخم برداشتند. مقام‌های محلی این دو ولایت میگویند این آمار ابتدایی است و امکان افزایش تلفات وجود دارد. خبرگزاری دولتی باختر نیز گزارش داده که تنها در 4 ولسوالی پکتیکا 255 نفر جان باخته و 500 تن دیگر هم زخمی شده است. حکومت از نهادهای امدادرسان خواسته هر چه زودتر به کمک قربانیان رویداد شب گذشته در پکتیکا و خوست بشتابند. این تصاویر ویرانه ها و خسارات بجامانده از زمین لرزه شب گذشته، زمین لرزه ای که تلفات مرگبار برای افغانستان بدنبال داشت، حداقل در دو ولایت پکتیکا و خوست. مقام های محلی در پکتیکا می گویند در نتیجه زمین لرزه به باشندگان ولسوالی های برمل، زیروک، نیکی و کیان این ولایت تلفات جانی و خسارات مالی فراوانی وارد شده. رئیس سهتامه پکتیکا در تماس با تمدن گفت تنها در دو ولسوالی کیان و برمل 150 تن کشته و بیش از 250 تن دیگر زخمی شدند. څنګه په ګیان او برمل دواړو کې تر دا اوسه پورې له خاورو راویستل شوي یو نیم سر پورې شهیدان لرو او دوه نیم سوه شاوخوا زخمیان لرو. نورو ارقام هلته نشته راسره. وجه یې همدا ده چې ساحه کې تلیفون کار نه کوي او څوک چې رپورټ راکوي یو ری به پیشیوو ته ځي. خبرگزاری دولتی باختر به نقل از منابع محلی گزارش داده تنها در 4 ولسوالی پکتیکا 250 تن کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند. الجزیره هم شمار تلفات را 250 تن اعلام کرده است. به گفته منابع این آمارها ابتدایی است و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. پکتیکا که دگیان کنم و ولسوالی یو خدا تلفات را بودید چه 255 کس شهیدان تغوش کوی رخطی دید که شهیدان مکان دید سکس کرون ندیدی لگی خلق سرخط لاند سرخور لاند دادا رخیش به هم خبر داده چه یو سال 255 کس زخمیان پیل حال اسپتالو سر رسیدی لگی آنون پلار که لانه دید رسیدی. با این حال حکومت برای نجات زخمی ها دست به کار شده و چرخپال های ارتش را برای انتقال زخمی ها به ساحه فرستاده. خوست در همسایگی پکتیکا هم شب سخت را سپری کرده. باشندگان محل می گویند در پی زمین لرزه شب گذشته خانه های مسکونی زیادی تخریب شده. بر اساس گزارش ها روستای افغان دوبی، رندکی و چندین روستای دیگر در ولسوالی سپیره این ولایت به گونه کامل تخریب شدند. در همین حال رئیس اطلاعات و فرهنگی ولایت خوست به تمدن گفت در پی زمین لرزه شب گذشته در روستا در ولسوالی سپیره تخریب شدند. به گفته او تنها در روستای افغان دوبی 40 تن جان باخته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. دا زلزله ډیر شدیده و چې د خلکو کورونو او زنونو د ډیر زیان رسولی دی. سلګونو کورونه وران شوي دي او په سلګونو خلک وژل شوي دي. تر دې وخته پورې یوازې د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ د افغان دوبۍ په سیمه کې د څلوېښتو نه زیات جسدونه د خاورو نه راایستل شوي دي. با این حال قدرت این زمین لرزه 6.8 درجه ریشتر تخمین زده شده است که بخشهای از افغانستان، پاکستان، هند و ایران را تکان داده است. با این همه حکومت از نهادهای امدادرسان داخلی و بین المللی خواسته هرچه زودتر به کمک قربانیان رویداد شب گذشته پکتیکا و خوست بشتابند. برای بحث بیشتر زمین لرزه دیشب خوست و پکتیکا همکنون محمد قاسم حیدری معین پیشین وزارت مبارزه با حوادث را در برنامه با خود داریم. وقت شما بخیر آقای حیدری. زمین لرزه دیشب خوست و پکتیکا که در آن نزدیک به 300 نفر کشته شدند 6.1 درجه ریشتر گزارش شده، قدرت این زمین لرزه در تناسب با تخریب آن چگونه است؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مردم افغانستان. بله، متاسفانه حادثه ای که دیشب اتفاق افتاد زلزله در موازات گسل چمنیاشت که از پلید اوروشیا هندیا قرار داشت. ما این زلزله در حقیقت باید دو تا زلزله اتفاق افتاد. یک زلزله ساعت 1:24 دقیقه با عمق 50 کیلومتری با 6.1 ریشتر گزارش تانوز دریافت شدن و در ساعت 2:50 دقیقه گزارش که USGS تانوز نشر کردن ما زلزله با
حجم 4.5 ریشتر در عمق 10 کیلومتری داشتیم. یعنی احتمال این که بیشتر خسارات از زلزله دوم باشن زیاد است. گرچند تا هنوز گزارش‌های ابتدایی است، چون ساعت خیلی دور افتاده است، ولی احتمال این که زلزله دوم تقریبا بیشتر داشته بوده زیاد است. با توجه به گذشته تاریخی ساحک، ما در سالهای 1974 زلزله 5.1 ریشتر داشتیم، در سال 2004 زلزله 5.2 ریشتر داشتیم و تمام زلزله ها با عمق 10 کیلومتری ارتفاع افتادن. ساحه زلزله خیز است. بله. ولی تخریب این بار نشان میدن، چون زلزله 6.1 ریشتری که ساعت 1:24 دقیقه اتفاق افتاد، ساحه را آماده کرد برای از اینکه زلزله دوم، یعنی لرزه‌ای که ایجاد کرد از عمق 50 کیلومتری، ممکن به این حادثه، یعنی تخریب کمتر بدن. و زمانی که حادثه دوم اتفاق میفتن، یعنی ساعت 2:50 دقیقه، تخریب زلزله قبلی را یا زمینه که زلزله قبلی ساخته بود تخریب بیشتر بکنه. بنابراین به او اساس تخریب بیشتر از حد تصور و تلفات بیشتر از حد تصور است. بله. آقای دری، در این مورد هم بگوین، آنچه گزارش های تایید نشده میرساند در همین دو ولایت خوست و پکتیکا تعداد زیادی از هموطنان ما زیر آوارها گیر ماندند. برای اقدام فوری چه کارهایی باید صورت بگیره؟ خب اصول رسیدگی به حوادث بعد از زلزله، مخصوصا رسیدگی به جستجو و نجات است. ما متاسفانه در افغانستان تیم جستجو و نجات نداریم و در گذشته هم نداشتیم. آسپولیس ملی و عنوان جستجو و نجات از اردوی ملی و عنوان جستجو و نجات استفاده میکردیم، چون تیم تکنیکی جستجو و نجات در افغانستان قبلا اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان بود. امکاناتی که در اختیار پلیس ملی و اردوی ملی بودم تا حدی خوب بود، ولی متاسفانه فعلا چون از بعد از به هم پاشیدن پلیس ملی و اردوی ملی، دیگر تیم جستجو و نجات در افغانستان وجود ندارد. یعنی مردم باید متوسل شوند به کسایی که باقی مانده، یعنی خود مردم باید خودشان جستجو و نجات انجام بدن. و تا هنوز چون کسی به ساحه نرسیده، متاسفانه خیلی دیر شدن. بنابراین تنها کاری که می شود کرد نهادهای بین المللی است. ما اعلانی که از نهادهای بین المللی خواسته شدن تا زودتر کمک رسانی صورت بگیره و جستجو نجات زودتر صورت بگیره، چون اعلان صورت گرفت. ولی متاسفانه نهادهای بین المللی هم برای جستجو نجات اصلا آماده نیست، برای رساندن کمک به بازماندهای شهدا و بازماندهای تلفات انسانی و کسایی که خانه و زندگیشان از دست دادن، کمک های بشردوستانه احتمالش هست. بله. بنابراین به وضعیت بسیار بد قرار داره. من نگران از این هستم که عمق فاجعه به حدی بالا بروند که غیر قابل تصور باشه. بله. آقای دری، شما یادآوری کردین که متاسفانه برای فعلا تیمی وجود نداره که هموطنان ما را از دو ولایت نجات بتن، پس این امکانش وجود داره که تلفات هم بیشتر خواهد شد و حکومت افغانستان هم اعلام کردن که باید کمیته های امداد رسانی باید در محل حادثه حضور به هم برسانند، پس به مرور زمان تلفات ما در این مورد بیشتر میشه، درسته؟ ببینید، اصولی است که زمانی که حادثه اتفاق میفتد، 5 تا کمیته همزمان تشکیل میشن که کمیته برابر با یک استاندارد های بین المللی است. یکی از کمیته ها کمیته های جستجو و نجات است، یکی کمیته ثبت زخمی ها است، و کمیته دیگر کمیته کمک رسانی است، یک کمیته جمع آوری کمک هاست. این کمیته ها باید تشکیل میشد و در زمان حادثه برای بامدادان و زهواده وزارت حوادث هستن، این رو میدونن. ولی متاسفانه از تیم‌های تکنیکی و مسلکی که میتونستن کمیته ها رو رن کنن پیش ببرن، کسی باقی نمانده، چون ما با ارتباط ما با ساحه داریم، ارتباط ما با مرکز زلزله‌شناسی تهران هم لحظه داشتیم، ارتباط ما با مرکز زلزله‌شناسی پاکستان داشتیم. اگر بتونیم از این طریق کمک کنیم، و متاسفانه اونا جواب ندادن به خاطر موضوعات و مسئولیتشان نمیتونن وارد افغانستان بشن، و ما هم که به عنوان فعلا یک مسئول دولتی نیست، نمیتونیم مستقیم با از اونا بخوایم کمک کنن. بله. احتمالی آمار تلفات خیلی بالا باشن هم هست، ولی ما امیدوار به این هستیم، چون تعداد خانه ها در این ساحه خیلی منسجم در یک جای جمع شده نیست. بله. خانه ها به صورت پرده است. امیدوار هستیم که تلفات کمتر از این باشن که فعلا اعلان شدن، و امیدوار هستیم به این. ولی چون حادثه با پنج ولایت دیگه، شش ولایت دیگه هم تاثیر داشتن، یعنی در ننگرهار هم بودن، در غزنی هم بودن، کابل هم میز شدن، و علاوه بر از اینکه این تلفات ما زلزله داشتیم، ما
نزدیک به 15 نفر بله تلفات از سیلاب ها در شمال داشتیم. امیدوار هستیم که حکومت حداقل به خاطر رسیدگی به تمام خانواده ها چه از سیلاب و چه از زلزله رسیدگی برابر داشته باشه. بله وقت کم و در نقای ایدری آخرین پرسش خودم مطرح می سازم، بسیار کوتاه صحبت بکنین. برای فعلا برای کمک های اولیه آیا شهروندان که در خوست هستن چی کمک های اولیه رو انجام دادن میتونن و خواست شما از حکومت افغانستان چیست؟ ببینید در هر حادثه در افغانستان، در هر فاجعه مردم افغانستان نشان دادن که مردم خوب است. این مردم افغانستان مردم عادی و هموطنانشان کمک کردن. اصول کمک رسانی به این است که زمانی که حادثه اتفاق میفته ما دو تا اصل داریم: یک، نجات دادن مردم از مرگ، یعنی باید غذا بهشان توزیع شود. دوم، حفظ حرمت و حفظ شخصیت انسانی اشخاص متضرر، یعنی سرپناه موقت، چه خیمه باشن، چه خانه باشن، چه مکتب یا تأسیسات دولتی باشن، درشان در نظر گرفته باشن. یعنی اون چی فعلا مهم است، کسایی که باقی ماندن باید بهشان نان رسانده شون، غذا رسانده شون، حتی به مقدار دو دانه خرما و یک دانه نان خوش یک بوتل آب معدنی. و اون چی که قبل از این برای ما مهم است، موضوع حفظ شخصیت یا انسانیت اشخاص است، بهشان به عنوان یک خانواده، یک مرد و زن یا یک خانواده سرپناه در نظر گرفته شون. سپاسگزار هستیم از حضور شما. محمد قاسم حیدری، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد با مبارزه با حوادث طبیعی.